مقام‌های پاکستان اعلام کردند که در جریان حمله انتحاری روز چهارشنبه دست کم 14 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در یک مرکز واکسیناسیون در جنوب غربی پاکستان رخ داده. به گفته مقام‌های بیمارستانی با توجه به اینکه جراحت 5 نفر از زخمی‌ها وخیم است، احتمال افزایش تعداد کشته‌ها وجود دارد. برخی از گروه‌های مسلمان افراطی که در این منطقه از پاکستان زندگی می‌کنند، واکسیناسیون را توطئه کشورهای غربی با هدف عقیم کردن مسلمانان می‌دانند. سخنگوی استاندار بلوچستان پاکستان می‌گوید که دولت از کارزار واکسیناسیون دست بر نخواهد داشت. من به نمایندگی از دولت در استان بلوچستان و دولت مرکزی می‌خوام اعلام کنم که دولت هیچگاه حتی یک گام از کارزار واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نخواهد کرد. کارزار واکسیناسیون فلج اطفال بدون وقفه در این استان ادامه خواهد یافت. ما حتی با افزایش منابعمان به این کار سرعت خواهیم بخشید. این انفجار در شهر کویت در استان بلوچستان پاکستان رخ داده. مقام‌های پاکستان می‌گویند که بیشتر افرادی که در جریان این حمله کشته شدند نیروی انتظامی بودند. این مقام‌ها همچنین گفتند که گروه تحریک طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته.